جمهوری خواهان به نظر میرسه که همچنان ادامه بدن به تلاش های خودشون برای اینکه توافق هسته ای رو بتونن حالا به هر حال به شکلی زیر سوال ببرن یا لغو بکنن. فکر میکنید موفق بشن جمهوری خواهان در این شرایط بتونن همچنان به این تلاش ها ادامه بدن و نتیجه بگیرن؟ در شرایط فعلی نه، اینا موفق نمیشن. خب این یه مقدار تبلیغات انتخاباتیه، اینا حزب مخالفن، کارشون مخالفته، این یه چیزی طبیعیه. ولی مسئله مهمتر اینه که این یک کشمکش قدرت بین قدرت اجرایی و قدرت قانونگذاری، یعنی بین کنگره و رئیس جمهور. اگر روزی یکی از اونا رئیس جمهور میشه، این نظرش 100% کاملا عوض میشه. چون اگر این حاضر به عنوان رئیس جمهور کار رئیس جمهور دیگر رو لغو کنه، قراردادی که اون امضا کرده لغو کنه، این دیگه خودشو دیگه تقریبا تمام قدرتش رو از دست داده. حالا اینا میتونن بشینن اون کنار، میتونن بشینن ایراد بگیرن، سر و صدا کنن، ولی پیش بینی من اگر مثلا خب یه اتفاق ناگواری هم نیفته، این صرف نظر از نتیجه انتخابات آینده، این برنامه پابرجاست. آقای لیمبرت، همونطور که در مورد جمهوری خواهان و تلاششون برای به هر حال لغو توافقات ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، در آمریکا، در ایران هم گروه‌هایی هستند که تلاش مشابهی دارن. آیا فکر می‌کنید که با این تغییرات در ایران چه چیزی رو باید انتظار داشته باشیم؟ آیا می‌تونیم هنوز انتظار داشته باشیم که مثلا شهروندان ایرانی آمریکایی در ایران همچنان با مشکلاتی مثل مشکلات غذایی مواجه بشن؟ این مشکلی پیش بینی کرد، ولی این مسئله مهمتر خود سرنوشت خود ایرانیان، یعنی اون طبقه روشنفکر، مثلا فیلم سازا، خبرنگارا، وکلا، اینا، یعنی تقریبا هنوزم مقامات ایران و دولت ایران با اونا در جنگ هستن، اینا رو زندانی میکنن، صرف نظر از آمریکایی ایرانی باشن یا ایرانی ایران باشن. این یک مشکلاتی اساسی تر و عمیق تر وجود داره.